بچه ها تو ادامه با یه تمرین دیگه در خدمتون هستیم. الان اینجا اگه بیام نگاه کنیم، یه دایره اینجا الان به شما داده شده. ما مقادیر چی رو میخواییم؟ کا رو میخواییم، جی رو میخواییم، یعنی اینا کمانایی که کا و جی هست، زاویه آی و زاویه اچ رو میخواییم چیکار بکنیم؟ پیدا کنیم. اول میریم سراغ این که زاویه چی رو پیدا کنیم؟ زاویه کا رو پیدا کنیم. میام در حقیقت کمان کار رو بخوایم پیدا کنیم. الان اگه ما بیایم اینجا رو نگاه کنیم بچه‌ها، روبروی این کمان کا زاویه محاطی 33 درجه داریم. این 33 درجه رو اگه توی دو ضرب بکنیم به ما چی رو میده؟ به ما کار رو میده که اگه ما بیایم چیکار بکنیم، قرار شد که اگه زاویه معلوم بود تو دو ضربش کنیم تو محاطی‌ها دیگه، درسته؟ دو رو تو 33 ضرب کنیم میشه 66، پس کا میشه مساوی چند درجه؟ میشه مساوی 66 درجه. بریم سراغ جی ببینیم جی رو چجوری میتونیم پیدا کنیم. الان اگه ما بیایم نگاه بکنیم کمان جی رو، روبروش چیه؟ زاویه 42 داریم، محاطی هم هستش. پس کمان روبروی این که جی هست دو برابر 42 دیگه، دو تا 42 تا میشه 84 تا. بچه‌ها این چیزایی که دارم بهتون میگم با نگاه و ذهنی میتونید حل بکنید، یعنی به همین سرعتی که دارم میگم میتونید حل بکنید. الان ما میخوایم آی رو پیدا بکنیم. آی رو میخوایم پیدا کنیم، این یه زاویه محاطیه، درسته؟ کا رو ما قبلا پیدا کردیم، اینجا 66ه. اینجا الان وقتی که 66 باشه، این آیه که روبروی اینه میشه نصف 66 دیگه، نصف 66 میشه 33 درجه، تموم شد. الان ما میخوایم اچ رو پیدا کنیم. اچ رو چجوری پیدا کنیم؟ میگیم آقا ما میایم چیکار میکنیم؟ روبروی اینو نگاه میکنیم، روبروی اینو میایم نگاه میکنیم، روبروش کمان جیه. کمان جی ما اینجا درآورده بودیم 84. کمان جی رو اینجا درآورده بودیم چند؟ 80 و چند؟ 84. الان این مگه محاطی نیست؟ برای اینکه این اچ رو پیدا کنیم کافی 84 رو نصف کنیم، درسته؟ 84 رو اگه نصف کنیم، یعنی J تقسیم بر 2 که 84 تقسیم بر 2، عدد چند رو بهتون میده؟ 42 درجه رو میده. به همین راحتی میتونید این سوال رو حل بکنید که الان 4 تا قسمت رو ما توی این به دست آوردیم. تمرین بعدی رو اگه با هم دیگه ببینیم بچه ها، میگه اوده نیمساز زاویه مرکزی AOB است و AOB مساوی 36 درجه، اندازه هر یک از کمانهای عاده و بعده چند درجه است؟ داره میگه اوده نیمساز یه زاویه مرکزیه، خود AOB هم برابر چند درجه است؟ برابر 36ه. اندازه هر کدوم از این کمانهایی که اینجا ایجاد میشه چند درجه است؟ خیلی خوب، فقط یه چیزی بهتون بگم، تو صورت سوال این O1 و O2 رو خودم اضافه کردم، یعنی صورت سوال این O1 و O2 رو نداره، من اینا رو اضافه کردم که بتونیم چیکار بکنیم، راحت‌تر مسئله رو حل بکنیم، تفاوت این زاویه ها مشخص بشه. الان اگه ما اینجا رو بیایم نگاه بکنیم، AOB رو اگه ما بیایم نگاه کنیم، تو صورت سوال گفته AOB 36 درجه است. خب بعد اومده گفته که نیم ساز این زاویه رو ما میایم چیکار میکنیم؟ رسم میکنیم. اگه نیم ساز این زاویه رو رسم بکنیم، این قرار این زاویه رو چیکار بکنه؟ نصف کنه دیگه، درسته؟ پس الان O1 ما مساوی O2 مساوی 18، یعنی 36 درجه رو باید تقسیم بر 2 کنی و هر کدوم سهم 18 درجه میرسه، درسته؟ این از این. خب الان اینجا ما میخوام چیکار بکنیم؟ الان مگه O1 زاویه مرکزی نیست؟ الان ما بیایم اینو نگاه بکنیم، O1 مگه زاویه مرکزی نیست؟ مگه این O1 ما اینجا در نیامد 18 درجه؟ پس کمان روبروش هم که BD مساوی چند درجه است؟ 18 درجه. پس میتونیم بگیم O1 مساوی BD مساوی چند درجه؟ مساوی 18 درجه. از طرفی زاویه O2 هم یه زاویه چیه؟ O2 هم یه زاویه مرکزیه دیگه، درسته؟ خب وقتی که الان O2 ما اینجا شده 18 درجه، پس کمان روبروش هم میشه چند درجه؟ کمان روبروش هم میشه 18 درجه، یعنی آدم میشه مساوی چند درجه؟ مساوی 18 درجه. خب اینا رو الان داشته باشید، نگاه بکنید، مشاهده می شود با رسم نیمساز زاویه مرکزی دو کمان هم اندازه توی روبرو چی میشه؟ ایجاد میشه. یعنی اگه ما بیایم چیکار بکنیم، نیمساز یه زاویه مرکزی رو که اینجا AOB اینجا رسم میکنیم، این دوتا کمانی که AD و BD که توی روبرو این زاویه مرکزی ایجاد میشه، اینا دوتاشون مقدارشون با هم برابره، که دیدیم وقتی که اینجا 36 درجه بود، نیمساز رو که رسم کردیم این کمان شد 18 درجه، این کمان هم شد 18 درجه. پس با رسم این نیمساز زاویه مرکزی، دوتا کمان توی روبروی زاویه مرکزی ایجاد میشه که با هم دیگه چی هن؟ برابرن. تمرین بعدی رو اگه با هم دیگه ببینیم بچه ها، میگه در شکل روبرو همه رأس های یک لوزی به ضلع 5 سانتی متر روی دایره قرار داره. اینجا رو نگاه کنید بچه ها، یه دایره است، گفته که این 4 ضلعیه لوزیه، رأس های لوزیه، میگه اینا رو نگاه بکنید روی اینا چیه؟ روی اینا قرار داره،
این نقطه ها روی محیط دایره چیه قرار داره. میگه چرا این لوزی مربع است؟ چرا این لوزی مربع است؟ این ایه رو من خودم در نظر گرفتم روی شکل، شکل این ایه رو نداشت، این ایه رو در نظر گرفتیم که حالا ببینیم میخوایم چیکار بکنیم باش. میگه چرا این لوزی مربع است؟ چه زمانی بود که لوزی به مربع تبدیل میشد؟ مربع 4 تا ضلع برابر داره، 4 تا زاویه برابر داره، اما لوزی فقط شرط 4 تا زاویه، 4 تا لوزی شرط 4 تا ضلع برابر رو داره دیگه، درسته؟ خب حالا بریم ببینیم برای زاویه ها میتونیم چیکار کنیم. میدانیم زاویه محاطی روبروی قطب 90. یادتونه نکته مهم براتون گفتم، گفتم که زاویه محاطی روبروی قطب 90 درجه است. الان اگه ما بیایم زاویه آر، این آر رو اگه بیایم نگاه کنیم، این زاویه آر رو اگه بیایم نگاه کنیم، این مگه الان قطر دایره نی؟ این الان مگه قطر دایره نی؟ این زاویه آر روبروی هم محاطی هم روبروی این قطر است. پس از اینجا متوجه میشم که چی؟ متوجه میشم که زاویه آ 90 درجه است. لوزی هم که یه زاویه 90 درجه داشته باشه مربع دیگه. اینو توی فصل سوم مفصل راجبش خوندیم دیگه. لوزی چون خاصیت برابری همه اضلاع رو داره، خب حالا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ در مورد زاویه هاش ببینیم. شما فرض بکنید یه لوزی زاویه‌اش چی باشه؟ 90 باشه. وقتی که یه زاویه‌اش 90 باشه، روبروش هم باید با این برابر باشه دیگه، باید 90 درجه باشه. از طرفی ما میدونیم که زاویه‌های در حقیقت زاویه‌های مجاور هم باید مکمل هم باشن، که به این ترتیب همه اینا اتوماتیک 90 درجه میشن. پس لوزی هم که یه زاویه 90 داشته باشه که اینجا گفتیم چون این محاطی روبرو به قطره برابر چیه؟ برابر 90. لوزی که یه زاویه 90 داشته باشه به مربع تبدیل میشه. اینم یه زاویه 90 که روبروی به قطر بود. خب این از الفش. قسمت ب میگه قطر دایره چند سانتی متر است؟ قطر دایره چند سانتی متر است؟ الان مگه اینجا 5 به ما نداده؟ 5 به ما نداده. ما فهمیدیم مربع دیگه. اگرم نمیفهمیدیم مثلا مربع، حتی توی لوزی هم اضلاع با هم برابرن دیگه. این 5 رو اینجاش به شما داده. خب ما میایم برای اینم 5 میذاریم، برای اینم چیکار میکنیم؟ برای اینم 5 میذاریم. خب با علم به این که اصلا میدونیم این الان مربعه. خب این 5 رو بهتون داده. وقتی این زل 5، اینم 5، اینم چیه؟ اینم 5. اینجا وقتی که توی آ گفتیم که چیه این قائمه هست، پس این مثلث الان چیه؟ یه مثلث قائم و زاویه است. الان توی مثلث ABC من میتونم یه فیثاغورس بزنم. مگه از ما قطر رو نخواسته؟ قطر دایره رو نخواسته؟ قطر دایره الان چیه؟ قطر دایره BC دیگه. یه فیثاغورس میزنیم تو مثلث ABC. پس یه بار دیگه این پنجه رو صورت سوال بهت داده. این چون 5، این ضلع هم 5، این ضلع هم چیه؟ این ضلع هم برابر 5. این آر هم که گفتیم روبروی، در حقیقت محاطی روبروی قطره که 90 درجه است. فیثاغورسمون رو میزنیم، این وتره میشه BC به توان 2 مساوی AB به توان 2 که این ضلع قائم است، AC به توان 2 که به این شکل هستش. الان اگه بیایم پایین تر اینا رو جاگذاریاشو انجام بدیم، BC به توان 2 اینجا مینویسیم، AB به توان 2 میشه 5 به توان 2 دیگه اینجا مینویسیم، درسته؟ AC به توان 2 هم میشه این که 5 به توان 2 چیکار میکنیم؟ اینجا مینویسیم. BC به توان 2 اینه اینجا مینویسیم. 5 به توان 2 میشه 25. 5 به توان 2 میشه 25. این دوتا رو با هم جمع کنیم میشه 50. از اینجا میایم به اینجا نگاه میکنیم. BC به توان 2 میشه مساوی 50. BC به توان 2 میشه مساوی 50. اما ما BC به توان 2 رو نمیخوام، خود BC رو میخوام. از این جذر میگیریم، از این جذر میگیریم، از این جذر بگیریم، BC خودش میمونه، توان 2 با این رادیکال از بین میره. 50 رو میتونیم بیایم به صورت ضرب 25 ضرب در 2 بنویسیم. 5 جذر 25 بگیریم میشه 5، میاد بیرون از زیر رادیکال. یه رادیکال 2 هم اینجا میمونه که دیگه جذر کامل نداره، خود رادیکال 2 رو اینجا مینویسیم. روش دوم، روش دوم روش چشمیه. دقت کن ببین چی میگه. میگه هرگاه قطر مربعی خواسته شده بود و طول یک ضلع از آن داده شده بود، کافی است ضلع داده شده را در رادیکال 2 ضرب کنیم. یعنی اون 5 بود که برای اون مربع داده بود. اگه ما قطرش رو می‌خواستیم که پیدا بکنیم، یعنی توی بالا که می‌خواستیم قطرش رو پیدا کنیم، کافی بود کنار اون 5 رادیکال 2 بذاریم، بنویسیم 5 رادیکال 2، تموم شد. اینجا رو نگاه کنید. الان اینجا این ضلع به شما داده بود دیگه، یه ضلع مربع رو داده بود بهتون تو صورت سوال، این 5 رو بهتون داده بود. خب شکل اولیه‌اش هم اگه بخوایم ببینیم، اینا این 5 رو بهتون داده بود.
اگه یه زلو بهتون داده بود قطر مربع رو خواسته بود، کنار این پنجه رادیکال دو می‌نویسی، میشه 5 رادیکال دو، تموم شد. یعنی با یه نگاه دیگه به جای اینکه اینا رو بیای بنویسی، همینجا تو روش دوم 5 تو رادیکال دو ضرب می‌کردی، میشد 5 رادیکال دو. یه تمرین دیگه با هم دیگه ببینیم بچه‌ها. اینا معمولاً تمرین‌های خیلی راحتی هم نیستا، تمرین‌هایی که حالا به قولی از میانگین، یعنی دانش آموزایی که حد وسط هستن به بالا هست تقریبا. خیلی خوب بچه ها، تمرین. کاغذی مربعی شکل به قطر 24، اینو میگه به قطر 24 سانتیمتر داریم. مطابق شکل بزرگترین دایره که میتوانیم رسم کنیم و اینجا رسم کردیم. قطر این دایره رو حساب کنید، یعنی بی سی رو از شما میخواد. عذرخواهی میکنم بچه ها، ازتون قطر دایره رو میخواد. بی سی قطر مربع هستش. قطر دایره رو حالا الان بهتون میگم چجوری باید حساب بکنید. اون چیزی که پس ازتون میخواد بی سی قطر مربع هست، این قطر دایره رو ازتون میخواد که قطر دایره دو برابر شعاع دیگه این قطر دایره است. که یه چیزی هم بهتون بگم قبل از اینکه حل کنیم، اینه که قطر این دایره رو که الان اگه ما نگاه بکنیم میبینیم که برابر هر کدوم از این ضلع هاست. میبینی؟ الان آسر رو ببین، قطری هم که از اینجا به این پایین وصل میشه دقیقاً برابر چیه؟ دقیقاً برابر آسه است. پس قطر این دایره دقیقاً یه دونه از ضلعای این مربعه. پس اگه من یه دونه از ضلعای این مربع رو پیدا کنم، قطر در حقیقت دایره رو پیدا کردم. ما میایم به فرض هر کدوم از ضلعای اینو، هر کدوم از ضلعای اینو x در نظر میگیریم. میایم میگیم که آقا مثلا آب باشه x، آسم باشه چند؟ آسم باشه x. بسن که قطر مربعه تو صورت سوال گفته که این قطر این کاغذه یا همین مربعه برابر 24ه. پس الان AB شد x، AC شد x، BC شد چند؟ BC شد 24 که توی صورت سوال بهمون داده. الان این چیه؟ گفته مربعه دیگه. پس اینجا الان قائم است دیگه، اینجا الان قائم است و مثلث ABC الان مثلث چیه؟ قائم الزاویه است. که میتونیم چیکار بکنیم؟ فیثاغورس رو براش حساب کنیم. الان اینجا رو ببینید، این وتر دیگه چون روبروی این 90 است، میشه BC به توان 2 مساوی AB به توان 2 به علاوه AC به توان 2، میشه این BC. مگه این نیست؟ مگه قطر مربعی نیست؟ 24 BC رو میذارم اینجا به توان 2 میرسونم، AB x دیگه میذاریم اینجا به توان 2 میرسونیم، AC اینجا x دیگه میذاریم اینجا به توان 2 میرسونیم. 24 به توان 2 میشه 576. یه دونه x و یه دونه x رو جمع بشه میشه دو تا x دیگه، درسته؟ خب این از این. بچه‌ها این ضریب داره. من میام این تساوی رو دو طرفش رو به دو چیکار میکنم؟ تقسیم میکنم. الان اگه اینو من به دو تقسیم کنم، دو صورت با دو مخرج ساده میشه. 576 هم به دو تقسیم کنم میشه 288. پس از این اون چیزی که میمونه x2، از اینم که اون چیزی که میمونه 288. پس x به توان 2 میشه مساوی 288. ما جذر میگیریم که این x تنها بشه. از این جذر بگیریم میشه جذر x2، از این جذر بگیریم میشه جذر 288. از این جذر که بگیری x میاد بیرون. الان این 288 شما میتونیم به صورت ضرب 144 ضرب در 2 بنویسیم. از 144 اگه جذر بگیری میاد بیرون میشه 12 دو، ولی جذر کامل نداره اینجا باقی میمونه، میشه 12 رادیکال 2. مگه این x در نیامد 12 رادیکال 2؟ مگه هر کدوم از این ضلع ها رو من x نگرفته بودم؟ پس هر کدوم از این ضلع ها شده 12 رادیکال 2 دیگه. از طرفی هم بهتون گفتم قطر این دایره دقیقاً برابر یکی از ضلع های مربع، ضلع مربع چون شد 12 رادیکال 2، پس قطر این دایره هم برابر 12 رادیکال 2 هستش. صفحه 22 رو بچه‌ها با هم دیگه ببینیم. دو تا نکته مهم براتون اینجا آوردم. نکته اول میگه آقا کمان‌های نظیر وترهای مساوی با هم دیگه برابرن. گوش کن، کمان‌های نظیر وترهای مساوی با هم دیگه چی هن؟ برابرن. میگه آقا اگه دو تا وتر مساوی داشته باشیم، یعنی مثلا AB با CD اگه برابر باشه، وترها رو ببین یه خط بالاش میذاریم که اینا وتره. فرضمون اینه، حکممون اینه. فرض یعنی اون چیزی که داری، حکممون اینه که قراره بهش برسی، خب، یا قراره نتیجه بگیری. خب الان اینجا رو ببین، میگه آقا وترها اگه مساوی باشن، آب مساوی سده باشه،
کمانهای نظیر این وتره هم با هم برابرن. یعنی الان این وقتی که وتره آبه باشه، کمان آبه، ببین کمان آبه هم مساوی کمان چیه؟ کمان سده. چون این دوتا وتره با هم برابرن، پس کمانهای روبروشون هم با هم برابرن. ببین آبه مساوی سده، کمان آبه مساوی کمان سده. این اولیش. برعکس این هم هستش، وترهای نظیر کمانهای مساوی هم با هم برابرن. وترهای نظیر کمانهای مساوی هم با هم دیگه چی هن؟ برابرن. یا آقا اگه کمانها مساوی بودن، وترهای نظیرشون هم با هم برابرن. یعنی اگه AB کمان مساوی DC کمان یا CD کمان باشه، خب اون چیزی هم که نتیجه میگیریم اینه که وتر آب هم مساوی وتر CD که به این شکل در میاد. اینا رو حتما به خاطرتون بسپارید. خب حالا اینا رو براتون گفتم، نکته هاشو اثباتاش هم با هم دیگه ببینیم. یه توضیح بچه ها من راجع به اثبات اینا بهتون سریع بگم. اثبات اینا به شکلیه که هم امسال دارید باز هم سال بعد دارید. خب بعضی از معلم ها اصرار دارن که امسال توی امتحان ها مطرح بشه، بعضی از معلم ها اصرار دارن که نه، مثلا سال بعد میتونی چون اونجا هستش میتونه اونجا بهتر مطرح بشه. یعنی 50-50 بینشون. یه سری ها میگن خیلی مهمه، یه سری ها میگن نه خیلی مهم نیست. خب ولی به هر حال یاد بگیرید اثباتشو. به نظر من شما مبنا رو بر این بذارید که توی امتحان شما قطعا یه دونه از این دوتا میاد و اگرم یاد یک کنیم نمره داره. و جوری هم اثباتا اینا رو یاد بگیرید که فرقاشون رو متوجه بشید، بتونید به حل آخر برسید. متوجه میشین چی میگم؟ بتونید به حل آخر برسید، چون اینا خیلی شبیه هم هست، ممکنه اشتباه بنویسید و اصلا نمرش هم چیکار بکنید، از دست بدید. به هر حال من اینو اثباتشو الان براتون میگم که ببینیم به چه شکلی هستش. خب اینا رو به ما داده بود توی فرض سوال. توی فرض سوال الان به ما گفته که آبه یعنی وتر آبه مساوی سده هستش. ما میخوایم در نهایت برسیم به اینکه کمانای اینا با هم دیگه چیه؟ کماناشون برابره. یعنی اینکه چی؟ یعنی از وترهای برابر برسیم به چی؟ برسیم به کمانهای برابر. یعنی در نهایت تساوی این کمانها رو ثابت کنیم. اثبات نکته یک این. یعنی متن یک رو بخونید، اثبات نکته یک هست. وقتی که اینو شما داشتین، میان چیکار میکنین؟ از اینجا به مرکز وصل میکنی، از اینجا به مرکز وصل میکنی، میشه این. از اینجا به مرکز وصل میکنی، از اینجا هم به مرکز وصل میکنی. بعد میایم میگیم آقا قبول که این یعنی اوبه، اوآ، اوسه، اوده شعاهای دایرن، پس همشون با هم برابرن دیگه. ببین علامت تساوی دوگانه رو برای اینو گذاشتم. خب از طرفی تو صورت سوال من یادت نگفته وتر آب مساوی وتر سده، وتر آب مساوی وتر سده دیگه، اینو تو فرض مسئله بهت گفته. پس این آب هم الان با سده برابره. ببین علامت تساوی یگانه برای اینو گذاشتم. خب اسم این اوه هم که این وسطه، بعد او یک و او دو بذاریم. قشنگ دقت کن به چی میگم. دو مثلث او آب و او سده به حالت سزاویه با هم هم نشتن، طبق چیزهایی که گفتم. الان این زل با این زل چون شعاعه، این زل با این زل چون شعاعه هستش. این وتره هم از این مثلث، این در حقیقت وتر دایره بود، اینم وتر دایره بود دیگه. این زل از اینم با این زل از این با هم دیگه چی هم برابرن. پس این با این، این با این چون شعاعه بودن، این دوتا هم که فرض مسئله گفته بود، پس به حالت سزل اینا با هم دیگه چی هم نشتن. ببین اینا رو برات نوشتم حالت سزلشو اینجا، درسته؟ خیلی خوب. الان مگه در حقیقت آبه مساوی چی؟ مساوی سده نبود، درسته؟ خب ما تو همنهشتی میگفتیم، که میتونیم تساوی اجزای متناظر بنویسیم، چون این دوتا زل با هم برابرن، پس زاویه های روبروشون هم با هم برابرن. زاویه روبروی آبه رو نگاه کنیم، اویه که مینویسیم اینجا، زاویه روبروی سدر هم نگاه کنیم، او دو می نویسیمش اینجا. پس تا اینجا ما متوجه شدیم که او یک مساویه چیه؟ او یک مساویه او دوه. وقتی به این رسیدی دیگه مسئله تمومه. الان مگه اینجا او یک ما مرکزی نیست، روبروش چی داریم؟ آبه داریم دیگه، او یک مساویه آبه. اینجا مگه او دو نیست، روبروش چیه؟ مرکزی. روبروش چیه؟ این زاویه مرکزی. روبروش چیه؟ سده. پس او دو میشه مساویه چی؟ مساویه سده. مگه اینجا ما ننوشتیم او یک مساویه او دو؟ او یک مساوی او دوه. پ
پس وقتی که الان اینجا طرفای اول اینا که او یک و او دو با هم برابره، ما میدونیم تو دو تا تساوی که طرفای اولشون برابر باشه قطعا طرفای دوم هم با هم برابره دیگه، درسته؟ پس الان اینجا او یک و او دو رو که ما ثابت کردیم با هم برابرن، طرفای اول اینا پس طرفای دومشون هم که آب و سده هم با هم دیگه چی هم برابرن، پس آب میشه مساویه سده. یعنی ما از این حالت که وترها مساوی بود رسیدیم به حالتی که کمانها مساوی هستش. این میشه اثبات نکته اول. اثبات نکته دوم رو ببینیم بچه ها. اثبات نکته دوم رو ببینیم. نکته دوم چی میگفت؟ میگفت اگه کمانها برابر باشن ثابت کنیم که چی؟ وترها با هم برابره. بچه ها بازم تأکید میکنم برای امتحان که دارید آماده میشید این دوتا رو براش وقت بذارید و دقیق فرق اینا رو با هم بفهمید، حتی تا میتونید تا اون درصدی که میتونید حفظش کنید اینا رو اگرم خوب نمیفهمید. در صورتی که کامل همه چی رو براتون توضیح دادم که راحتم متوجه بشید. میگه آقا کمانای اینا برابر باشه ثابت کنیم وترا با هم دیگه چیه؟ وترا با هم دیگه برابره. خیلی خوب، باز میایم چیکار میکنیم؟ از B به O وصل میکنیم، از O به O وصل میکنیم، از C به O وصل میکنیم، از D به O چیکار میکنیم؟ وصل میکنیم. خب طبق اونجوری که میدونیم الان او به او آ او سه و او ده همه شعاعن دیگه، اینا با هم برابرن، او رم اسمش رو او یک و او دو میذاریم توی این دوتا مثلث. خب الان از اون چیزی که تو فرض مسئله داده ما باید استفاده کنیم و چیکار بکنیم؟ مسئلمون رو حل کنیم. الان اگه ما بیام اینجا رو نگاه کنیم بچه ها، مگه او به مساوی سه ده نیست؟ درسته؟ ما الان میریم کمان او به رو نگاه میکنیم، کمان او به روبروش زاویه مرکزی او یک رو دارم، پس میتونیم بگیم که کمان آب مساوی او یکه دیگه. این از این، به همین ترتیب طبق کمان سده میریم کمان سده رو نگاه میکنیم، روبروش زاویه مرکزی او دو رو دارم دیگه، پس کمان سده میشه مساوی چی؟ مساوی او دو. اینجا رو نگاه کنید، کمان سده شد مساوی چی؟ شد مساوی او دو. درسته؟ این از این. حالا بچه ها مگه آب مساوی سده نیست طبق اون چیزی که تو صورت سوال گفته؟ چون طرفای اول این دوتا با هم برابرن، پس او یک و او دو هم که طرفای دوم هم با هم برابرن. این داشته باش اینجا. پس ما تا اینجا فهمیدیم که او یک مساویه چیه؟ او یک مساویه او دوه. بریم حالا حالت همنشتی بنویسیم. اینجا رو ببین، حالت همنشتی میخوایم بنویسیم. فهمیدیم او یک مساویه چیه؟ او یک مساویه او دوه. الان میگیم این با این برابره، یعنی او به با او سه برابره، او آ با او ده برابره، چون شعاعن. از طرفی چون ثابت کردیم که او یک هم مساویه چیه؟ او یک مساویه او دوه. پس الان حالتهای همنشتی رو که اینجا بنویسیم، این او یک مساویه او دو رو از اینجا آوردیم اینجا نوشتیم، اینا هم که شعاعهای دایره هستن، پس اینا الان به حالت زل زاویه زل این دوتا مثلث با هم دیگه چی هم؟ این دوتا مثلث با هم دیگه هم نهشتن. خیلی خوب، الان مگه ما ثابت نکرده بودیم که او یک مساویه او دوه؟ یعنی از این قسمت، این او یک مساویه چیه؟ او یک مساویه او دوه. ما در نهایت میخواستیم ثابت کنیم ببینیم که وتر آب مساویه وتر سده باشه دیگه، درسته؟ تساوی اجزای متناظر مینویسیم، چون این دوتا مثلث با هم هم نهشتن و توی این بند ما نوشته بودیم او یک مساویه او دو، میریم سراغ زلای روبروی او یک و او دو. بریم نگاه کنیم زلای روبروی او یک و او دو رو. زل روبروی او یک و الان اگه ما بیایم نگاه بکنیم، زل روبروش آبه، زل روبروی او دو رو اگه نگاه بکنیم زل روبروش سی دیه. خب الان چیکار کردیم؟ گفتیم که این زلهایی که زلهای آبه و سی دی ان روبروی دو تا زاویه چی هم برابرن، چون او یک و او دو با هم دیگه برابرن، پس آبه و سی دی ان که روبروی این زاویه های برابرن با هم دیگه برابرن. اینجوری تساوی اجزای متناظر نوشتیم که در نهایت به این رسیدیم که آبه مساوی سی دی شد و یعنی چی؟ یعنی وترهای مثلث با هم برابرن. اینجا رو ببینید، از کمانهای برابر رسیدیم به وترهای برابر که اینجا اثباتش رو براتون انجام دادیم که آب مساویه چیه؟ آب مساویه سده هستش. یه تمرین بچه با هم دیگه ببینیم. میگه در شکل زیر زاویه مرکزی AOB برابر 72، یعنی این زاویه رو بهتون داده. اندازه کمان آب چند درجه است؟ خب این مگه زاویه مرکزی نیست؟ کمان روبروش هم میشه 72 دیگه، همین. سوال میگه اگر دهانه پرگار را به اندازه آب باز کنیم و با شروع از نقطه B پی در پی کمان بزنیم، ببین چی داره میگه. میگه
الان اینو ما داریم درست. میگه بیایم از آ به ب وصل کنیم. خیلی مهمه، دقت کن اینجا رو، خیلی مهمه برای چیزایی که میخوام در ادامه بگم. میگه از آ به ب وصل میکنیم میشه یه وتر، درسته؟ میگه بیایم دهانه پرگار رو به اندازه این طول آبه اگه بیایم باز کنیم، سوزنه در حقیقت پرگار رو بیایم چیکار بکنیم، بذاریم اینجا خب، و دهانه پرگار رو به اندازه آبه باز کنیم و اینجوری کمان بزنیم. ببین کمانای پی در پی، الان سوزن پرگار رو میذاریم اینجا، اینجا کمان میزنیم، سوزن پرگار رو میذاریم اینجا، اینجا کمان میزنیم، سوزن پرگار رو میذاریم اینجا، اینجا کمان میزنیم، درسته؟ میگه کمانهای پی در پی بزنیم، به این ترتیب چند کمان مساوی روی این دایره جدا میشود. پس ما متوجه شدیم که با این کاری که داریم میکنیم، یعنی یه دونه از این زاویه مرکزی ها رو که داریم، آ رو به وصل کنیم یه وتر داشته باشیم، دهانه پرگار رو به اندازه آبه اگه باز کنیم و پی در پی کمان بزنیم طبق چیزی که بهتون گفتم، یه سری کمان مساوی روی این دایره داریم، درسته؟ خب اولین کمانم، اولین هم گفتم که سوزن رو میذاریم اینجا به اندازه دهانه پرگار انقدر باز کمان میزنیم، سوزن پرگار اینجا کمان میزنیم، سوزن پرگار اینجا، اینجا هم کمان میزنیم. گفته که چند تا کمان مساوی روی دایره چی میشه؟ روی دایره ایجاد میشه. یا میگیم آقا مگه یه دونه از اینا، یه دونه از اینا 72 درجه نبود، درسته؟ حالا کل این محیط دایره که 360 ما باید بیایم تقسیم بر 72 کنیم که ببینیم چند تا از اینا میتونیم درست کنیم. پس 360 رو میایم به 72 چیکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم. 360 اگه به 72 تقسیم بشه بهتون چی میده؟ عدد 5 میده. پس ما به این ترتیب با این کاری که میخوایم انجام بدیم طبق این چیزی که گفت، میتونیم 5 تا کمان مساوی چیکار بکنیم؟ جدا کنیم. نکته مهم ببین چی میگه؟ میگه اگر محیط دایره ای را به عنوان مثال با 5 نقطه به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم، یک کنزلی منتظم حاصل میشود. یه اطلاعیه داره بهت میده. داره به چی میگه؟ میگه آقا مثلا اگه ما بخوایم چیکار بکنیم، با 5 تا نقطه دایره را به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم، این کار رو که اگه انجام دادی، اون نقاط رو به هم دیگه وصل کردی، یه کنزلی منتظم بهت میده. برای هر کنزلی منتظم که خواستی میتونی این کارو بکنی. یه دایره رو اگه شما به 8 قسمت با 8 نقطه تقسیم کنید، بعد بیاید چیکار بکنید، این نقاط رو به هم دیگه وصل کنید، بهتون 8 ضلعی منتظم میده. اینو تحت عنوان یه خبر الان داریم بهتون میگیم که این اتفاق میفته. خب این از این، این موضوع رو میتونم به نقاط بیشتر هم تعمیم یا گسترش داد. همون چیزی که بهتون گفتم، به جای 5 تا نقطه بگید 9 تا نقطه، بگید 11 تا نقطه، بگید 8 تا نقطه. تعمیم یا گسترش همونیه که معنیشو بهتون گفتم. پس ما متوجه شدیم که اگر بخوایم محیط یه دایره رو مثلا با 5 تا نقطه، هر چند تا که دوست دارید، مثلا به 5 قسمت مساوی تقسیم کنید، نقاط رو به هم وصل کنید، یه پنج ضلعی منتظم حاصل میشه. اینو حواستون باشه. خب این تمرین رو با هم دیگه ببینیم بچه‌ها. میگه با استفاده از خطکش و نقاله در دایره روبرو یک پنج ضلعی منتظم رسم کنید و دلیل بیاورید که این چند ضلعی که رسم کردید منتظمه. یا آقا گفتی که این چند ضلعی منتظمه، خب حالا بیا ثابت هم کنیم که این چند ضلعیه چجوریه که منتظمه. ما میدونیم یه شکلی که شکل منتظم هستش، در حقیقت هم تعداد ضلع و هم تعداد اسخای میکنم، هم مقدار ضلع ها یعنی طول ضلع ها با اندازه زاویه ها با هم دیگه چیه؟ با هم دیگه برابره. خیلی خوب، الان اینجا را اگه ما بیایم نگاه کنیم، میخوایم چیکار بکنیم؟ یه پنج ضلعی منتظم رسم کنیم و اثبات هم کنیم که این پنج ضلعی چیه؟ منتظمه. خب طبق اون چیزی که من براتون گفتم، الان ما میایم چیکار میکنیم؟ توسط 5 تا نقطه پنج ضلعی میخوایم رسم کنیم. توسط 5 تا نقطه دایرهمون رو سعی میکنیم به 5 قسمت مساوی چیکار کنیم؟ به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم. پس طبق تمرین قبلی که براتون آورده بودم، 360 رو میایم به 5 تقسیم میکنیم، خب به عدد 72 میرسیم، یعنی به عدد 72 درجه برای هر قسمت مساوی میرسیم که تو قبلی بهتون گفتم که دیگه چرا 360 تقسیم برای 5 میشه. خب حالا اینجا رو ببینید، به 72 رسیدیم. این 72 یه زاویه مرکزی بود دیگه، اگر تمرین قبلی یادت باشه. خب
میایم با استفاده از نقاله زاویه مرکزی 72 درجه رو رسم می‌کنیم. مثلا فرض کنیم این زاویه 72 درجه رو ما اومدیم با نقاله چیکار کردیم؟ رسم کردیم. میای شما اینو چیکار می‌کنی؟ مثلا یه شعاع اینجا رسم می‌کنی، بعد با نقاله 72 درجه اندازه‌گیری می‌کنی، این میشه زاویه 72 درجه. اگه معلمتون خیلی گیر بود که حالا در حقیقت بیاید تا اون درجه آخرش هم بیاید حساب کنید، بیاید این کارو کنید، در نقاله استفاده کنید. اگه اینجوری نبود بیاید چشمی حساب کنید، یعنی چشمی اینو به 5 قسمت تقسیم کنید و بیاید چیکار بکنید؟ در حقیقت اینا رو 72 درجه بذارید اسمشو. این از این. اینجا رو ببینید بچه‌ها. پس این روشی که من اومدم اینا رو به 5 تا 72 درجه تقسیم کردم این بودش که نقاله رو می‌ذاریم 72 72 72 72 72، اینا رو چیکار می‌کنیم؟ ما نقاله می‌کشیم. یه راه دیگه هم بهتون بگم اینجا. ببین اینجا چی نوشتم؟ این پایین نوشتم بچه‌ها تقسیم بندی با پرگار و اندازه وتر. پرگار که پرگار می‌دونی چی، اندازه وتر هم اینه. اندازه وترمون هم اینه که تو قبلی هم براتون گفتم که میای این دو تا نقطه رو به هم دیگه چیکار می‌کنی؟ وصل می‌کنی. آقا به ناچار شما مجبورید یک زاویه مرکزی 72 درجه اول بیاد رسم کنید. ما میایم یه زاویه 72 درجه اینجا چیکار میکنیم؟ رسم میکنیم. بعد از اینکه این زاویه 72 درجه رو اومدین رسم کردید اینجا، دهانه پرگار رو به اندازه این قسمت میای باز میکنی، دهانه پرگار رو به اندازه این قسمت باز میکنی و پی در پی شروع میکنی چیکار میکنی؟ از رو محیط دایره شروع میکنی به کمان زدن. وای میسی اینجا کمان میزنی، کمان میزنی، کمان میزنی، این نقاط برای چی میشه؟ حاصل میشه. پس اولین کاری که شما میکنی یه زاویه 72 درجه رو چیکار میکنی؟ پیدا میکنی. از اینجا به اینجا چیکار میکنی؟ اینو بس میکنی، یه وتر تو پیدا میکنی، بعد دهانه پرگار رو به اندازه وتر باز میکنی و شروع میکنی چیکار میکنی؟ از اینجا زدن کمانهای مساوی و 72 درجه. بعد که این کمانها رو چیکار کردی؟ نقاطش رو پیدا کردیم، یا چیکار میکنیم؟ اینا رو وصل میکنی به مرکز دایره. فکر کن این، ببین اینجا کمان زدیم، اینجا کمان زدیم، اینجا کمان زدیم، اینا رو برمیداری وصل میکنی همه رو به مرکز دایره، اینا چی میشه؟ همشون به 72 درجه تبدیل میشه. اینم یه راهشه. پس یه راهش این بود که هر 5 تا رو با نقاله رسم بکنیم. یه راهش هم بهتون گفتم که یه زاویه رو میای اینجا چیکار میکنی؟ رسم میکنی. این وتره رو که پیدا کردی دهانه پرگار رو به اندازه این وتر باز میکنی، کماناتو اینجوری میزنی، این میشه یه نقطه، یه کمان اینجا میزنی، یه کمان اینجا میزنی، یه کمان اینجا میزنی، اینا رو جدا میکنی. خب بعد میایم چیکار میکنیم؟ این شکلی که اومدی چیکار کردی رسم کردیم، ما میایم تمام این وترها رو میایم اینجا اینجوری رسم میکنیم. از این وصل میکنیم به این، از این وصل میکنیم به این، از این وصل میکنیم به این، از این وصل میکنیم به این و از این رسم میکنیم به این. که اگه بیای اون کاری که گفتم رو انجام بدی، اون شکل منتظمی که میخواستی چی میشه؟ اون شکل منتظم ظاهر میشه. خب و این زاویه ها رو هم اینجوری میای چیکار میکنی؟ نشون میدی. که اگه ما گفتیم این تقسیم بندی رو انجام بدیم، اون نقاط رو به هم وصل کنیم و ترا رو چیکار بکنیم نشون بدیم، این همون پنج ضلعی منتظم است. الان اینجا این پنج ضلعی منتظمه بچه ها چی شد؟ این پنج ضلعی منتظمه رسم شد. خب حالا اثبات این که آقا چرا این پنج ضلعیه یه پنج ضلعی منتظمه، قبل از اینکه منتظم بودن اینو براتون ثابت بکنم، اینه که بهتون بگم بچه ها اگه مدرسه‌تون سطحش از متوسط به بالاتر هست، احتمال داره که معلمتون بخواد از یه همچین سوالایی استفاده بکنه، و یعنی سوالای جذابتری به هر حال هست که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم یا بتونن استفاده بکنن توی این فصل. خب اگه خیلی به کتاب درسیتون مسلط باشه و به تمرین مسلط باشه و بخواد یه جورایی به چالش بکشتتون، میاد اینو چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. اثبات منتظم بودن. بریم ببینیم حالا این شکلی که ما ادعا میکنیم پنج ضلعی منتظمه، از کجا بفهمیم منتظمه؟ ببینیم ضلعای برابر داره؟ همه ضلعاش برابره؟ همه زاویه‌هاش برابره؟ خیلی خوب. اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها. یه چیزی بهتون توی صفحه‌های بالاتر گفته بودم، گفتیم که وترهای نظیر کمانهای برابر با هم دیگه چی هن؟ با هم دیگه برابرن. وترهای نظیر کمانهای برابر با هم برابرن. آقا یادته؟ یه چیزایی تو اون دور دورهای ذهنم یه چیزایی یادم هستش. میگم اشکال نداره، همون خوبه. اینجا رو ببینید، میگه میدانیم وترهای نظیر کمانهای برابر با هم برابرن. مگه ما وقتی که داشتیم این دایره رو تقسیم بندی می‌کردیم نگفتیم که تمام این کمان‌ها
باید چی باشه؟ کمانهای برابری باشه. یعنی تقسیم بندی کردیم به کمانهای برابر دیگه، یعنی کمان AB مساوی کمان BC مساوی کمان CD مساوی DE و مساوی EA هستش، درسته؟ اومدیم اینا رو چیکار کردیم؟ تقسیم بندی کردیم، یعنی تمام این کمانها برابره. چون که تمام این کمانها با هم برابره، پس وترهای نظیر اینا هم با هم دیگه برابره. یعنی الان وقتی که کمان AB با کمان BC برابره، پس وتر AB با وتر BC برابره. به همین ترتیب برای بعدیا. حالا چون میگیم همه کمانهای اینا با هم برابره، پس همه وترهای نظیر اینا هم با هم برابره، که این وترها آبیه، BC، CD، DEه، که اینا رو می‌نویسیم مساوی هم. پس یه قسمت قضیه حل شد که ما ثابت کردیم که توی این شکل تمام ضلع با هم برابرن. یه قسمت دیگه باقی میمونه. قسمت دیگه چیه؟ که ما ثابت کنیم که تمام زاویه ها بچه ها با هم برابرن. برای این که ما ثابت کنیم که تمام این زاویه های این پنج ضلع ای، یعنی از A تا E با هم دیگه برابرن، دو تا ایده وجود داره. یکی ایده محاطی بودنه، یکی ایده چیه؟ یکی ایده زاویه خارجیه. خیلی خوب، اینجا رو نگاه کنید بچه ها. اومدم اینجا براتون نوشتم. اول میخوایم ایده زاویه محاطی رو بگیم. زوایای محاطی که روبروی کمانهای یکسانن با هم دیگه چی هن؟ برابرن. الان ما مگه نمیخوایم ثابت کنیم زاویه های A تا E با هم دیگه برابرن؟ بریم شکل رو ببینیم بچه ها با هم. بریم شکل رو با هم دیگه ببینیم. الان مگه این A محاطی نیست؟ B هم محاطیه، C هم محاطیه، D هم محاطیه، E هم محاطیه. الان ما اگه کمان روبروی در حقیقت زاویه محاطی A رو نگاه کنیم، از BC شروع میشه، CD و DE، یعنی سه تا کمان مساوی روبروی این A هم. روبروی B هم اگه نگاه کنیم، روبروی زاویه B هم با سه تا کمان AE و ED و DC رو دارم. روبروی همه اینا رو نگاه کنیم، میبینی که سه تا کمان مساوی روبروی اینا هست. پس به دلیل چی؟ به دلیل اینکه زوایای محاطی روبروی کمانهای یکسانن، یعنی همه این زاویه ها روبروی سه تا کمان یکسانی که بهتون نشون دادم، پس تمامی این زاویه ها با هم برابرن. همینجا میتونی حل رو تمومش کنی. یعنی علاوه بر این که ثابت کرده بودی ضلع ها برابرن، اینجا الان ثابت کردیم زاویه ها هم برابرن. می نویسی زوایای محاطی روبروی کمانهای یکسان که بهتون نشون دادم. اینو داشته باش. یه جور دیگه هم میتونی استفاده از ایده زاویه خارجی، با استفاده از این دوباره میتونی چیکار بکنی؟ بگی که تمامی این زاویه ها با هم برابرن. ما توی فصل سوم براتون صحبت کردیم، بهتون گفتیم که مجموع زوایای خارجی، انزل ای 360 درجه است دیگه، درسته؟ خب الان مگه اینجا ما یه دونه چی؟ یه دونه پنزل ای نداریم، درسته؟ یه دونه پنزل ای داریم دیگه، درسته؟ خب اندازه هر کدوم از زاویه خارجی ها رو که میخواستیم حساب کنیم، میومدیم اون 360 رو که مجموع کلشون بود و تقسیم بر تعداد اضلاع میکردیم که اینجا 5. 360 رو بچه ها تقسیم بر 5 کنیم میشه چی؟ میشه عدد 72. 72 بهت اندازه یه دونه زاویه خارجی رو میده دیگه. یعنی مثلا اگه این زاویه داخلی B باشه، این قسمت میشه زاویه خارجی رأس B دیگه، درسته؟ زاویه خارجی اینجا شد 72. قبول که این زاویه خارجی مکمل این زاویه داخلی است، یعنی وقتی که این 72 برای اینکه اینو به دست بیاریم باید چیکار بکنیم؟ در حقیقت 72 رو از 180 کم کنیم، این زاویه نیم صفحه است دیگه. پس هر زاویه داخلیمون به دست اومد، این شد 108 درجه. این زاویه الان شد چند درجه؟ 108 درجه. طبق همین چیزی که براتون اومدم توضیح دادم، میتونی اینجا زاویه خارجی رسم کنی، اینجا بشه 108 اینجا رو اگه رسم کنی زاویه خارجیش بشه باز 72 درجه، زاویه داخلیش میشه 108 درجه، باز زاویه خارجی این رسم اگه بیا رسم بکنی خارجیه باز میشه 72 طبق این چیزی که براتون توضیح دادم، و داخلی مکمل این میشه 108 درجه. به این ترتیب میبینیم که تمامی این زاویه ها برابر چند درجه؟ 108 درجه است. و
ثابت کردیم که تمامی این زاویه‌ها با هم برابرن. اینم یه جور دیگه برای اینکه ثابت کنیم که تمام این زاویه‌ها چی هم با هم دیگه برابرن. پس خلاصه کلام ثابت کردیم که تمامی ضلع‌ها با هم برابرن و تمامی زاویه‌ها با هم دیگه برابرن. اینم شد روش دومش. اینجا نوشتم براتون. بچه ها این چیزی که براتون گفتم به لحاظ مفهومی خیلی مفهوم سنگینی داره، یعنی مفهوم سبکی نداره. توی کتابتون حالا یه سری تمرین‌ها داده، یه سری سوالا پرسیده که واقعا با خوندنش متوجه هیچی نمیشید، که سعی کردم تمام نکاتی که مربوط به این داستان بود و براتون چیکار بکنم براتون بگم. پس اثبات شد هم ضلع‌ها برابرن و هم زاویه‌ها، و پنج ضلعی منتظم است. یعنی ادعایی که کرده بودیم، یعنی اینکه میگفتیم که اگه 5 تا نقطه روی این باشه ما به 5 قسمت مساوی دایره رو تقسیم کنیم 5 ضلع منتظم میشه، اون ادعامون رو ثابتم کردیم. سوال اگه توی همچین سوالایی، ببین مربوط به فصل 3 میشه ها، ولی ممکنه حالا بعضیا بخوان مطرح کنن توی امتحان، میگه اگر فقط هر زاویه داخلی انزلی منتظم را بخواهیم، تو فصل 3 هم گفته بودیم که می اومدیم NMN های 2 رو ضرب در 180 میکنیم، تقسیم بر N میکردیم. مثلا اینجا که الان ما 5 ضلعی منتظم داریم، میتونیم 5 N های 2 کنیم، اینجا بنویسیم، ضرب در 180 کنیم، تقسیم بر 5ش کنیم که میشه 3 ضرب در 180 تقسیم بر چند؟ 5. 3 ضرب در 180 بشه میشه 540. 540 اگه تقسیم بر 5 بشه حاصل میشه 108. این همون 108 هم بود که بالا اومده بودیم چیکار کرده بودیم اثباتش کردیم و هر زاویه رو گفتیم 108. اگر هر زاویه رو خواست ازمون گفت شکلت منتظمه، یعنی میدونیم شکل منتظمه، اندازه هر زاویه رو معرفی کن، میگیم که اندازه هر زاویه 108 درجه است. توجه نوشتم آقا حواستون باشه، چون به کمک شعاع میتوان، یادتون باشه بچه ها، به کمک شعاع ما میتونیم دایره رو به 6 تا قسمت مساوی تقسیم کنیم که مربوط به 6 ضلعی منتظم میشه. حواستون باشه چون به کمک شعاع میتوان دایره رو به 6 قسمت مساوی چیکار کرد تقسیم کرد، میتوانیم به جای اینکه اولین وتر را رسم کنیم، یادتونه بچه ها بهتون گفتم زاویه یه دونه زاویه مرکزی رسم میکنید، بعد میای وتر اون زاویه مرکزی رو رسم میکنی، بعد دهانه پرگار رو به اندازه اون وتری که به دست آوردی باز میکنی و کمانهای بعدی رو میزنی، زاویهاتو پیدا میکنی. اینجا میگه آقا اگه خواستی که 6 ضلعی منتظم رسم کنی، به جای اینکه بیای اون وتر رو پیدا کنی، اولین وتر رو از روی وتر کمانهای بعدی رو بزنی، میتوان دهانه پرگار رو به اندازه شعاع باز کرد. یعنی به جای اینکه دهانه پرگار رو به اندازه اون وتر باز کنیم، میتونیم چیکار بکنیم؟ به اندازه شعاع بیایم چیکار بکنیم؟ باز کنیم. اینجا رو دقت کن، دهانه پرگار رو بعد از اینکه به اندازه شعاع باز کردیم، سوزن پرگار رو روی محیط دایره قرار میدهیم. سوزن پرگار رو روی محیط دایره، مثلا فکر کن سوزن پرگار رو میذاری اینجا، دهانه پرگار هم به اندازه شعاع دایره چیکار کردی؟ به اندازه شعاع دایره باز کردیم. خب از اینجا سوزن رو میذاریم اینجا، مداد رو میذاریم اینجا، کمان رو میزنیم. سوزن اینجا، مداد اینجا، کمان رو میزنیم. سوزن اینجا، مداد اینجا، کمان رو میزنیم. به همین ترتیب سوزن، مداد، سوزن، مداد، این چی میشه؟ این نقاط رو پیدا میکنیم، یعنی محل تلاقی این کمان ها رو با دایره چکار میکنیم؟ پیدا میکنیم. از محل تلاقی کمان ها با دایره نقاطی ایجاد میشود، اینا رو میگه. وصل کردن آنها به هم 6 ضلعی منتظم را چیکار میکند؟ ایجاد میکند. ببینید بچه ها، من راجع به 5 ضلعی و 6 ضلعی منتظم براتون صحبت کردم، حالا شما هر چند ضلعی منتظم که اگه مد نظر سوال بود به همین ترتیب و به همین شکل اگه مطرح بشه میتونید چیکار بکنید؟ استدلالش رو انجام بدید. تمرین بعدی رو ببینیم با هم. قطرهای آبه و سده بر هم عمودن. این قطر آبه، این قطر چی باشه؟ قطر سده باشه. به هم عمودن. وقتی که میگه به هم عمودن، یعنی که اینا همه 90 دیگه، درسته؟ یعنی اینجا 90، اینجا 90، اینجا 90، اینجا 90. میتونیم برای اینا اسم بذاریم، بگیم O1 O2 O3 O4، همه اینا باشه 90. چرا کمانهای A3 CB BD و DA با هم مساوی هن؟ یعنی این کمانهایی که معرفی کرده رو میخوایم ببینیم که چرا اینا با هم دیگه چی هن؟ با هم برابرن. ببین چی نوشتم اینجا برات. چون که قطرها بر هم عمودن، چون که قطرها بر هم عمودن، طبق اون چیزی که گفتم میتونیم اینا رو O1 تا O4 بگیریم، مساوی 90 درجه است.
حالا میگه چرا این کمان ها با هم برابرن؟ بچه ها مگه اینا الان در حقیقت 90 درجه نیستن؟ درسته؟ در حقیقت چی هن اینا 90 درجه هن دیگه؟ چون هر چهار زاویه 90 درجه و مرکزی هستن، پس هر چهار کمان با هم برابرن. تو قسمت الف نگاه کن، این الان 90 مرکزی هم هست دیگه، روبروش کمان آسه رو داریم، این 90 مرکزی روبروش کمان بسه رو داریم، این 90 روبروش کمان آده رو داریم و این 90 روبروش کمان بده رو داریم. چون که اینا همشون زاویه های مرکزی در حقیقت روبروی کمان بسه هستن، پس کمان های بسه هم همشون با هم دیگه چی هن؟ برابر و مساوی 90 درجه هستن. قسمت ب میگه آیا وترهای آسه، سبه، بده، ده با هم مساویان؟ بله، زیرا میدانیم وترهای نظیر کمانها با هم برابر. اینا رو نکتهاشو قبلا براتون گفتم ها، که وترهای نظیر کمانهای برابر با هم برابرن. تو قسمت الف در مورد برابری کمانها صحبت شده بود، تو قسمت ب داره راجع به برابری وترها صحبت میکنه. اینجا نگاه کن، مگه ما تو قسمت الف ثابت نکردیم همه این کمان ها با هم برابرن؟ درسته؟ مگه از قبل ما نمیدونیم وترهایی هم که نظیر کمان های برابرن با هم برابرن؟ الان اینجا رو نگاه کن، مگه این الان آسه نیست؟ مگه این الان آسه نیست؟ وتر نظیرش اینه دیگه؟ این مگه سبه نیست؟ وتر نظیرش اینه دیگه؟ این مگه بده نیست؟ وتر نظیرش اینه و اینم آده، وتر نظیرش هم به این شکله. چون همه اینا این کمان ها با هم برابرن، پس نظیر به نظیرم همه وترهای اینا با هم دیگه برابرن. پس می نویسی که چی؟ می نویسی وترهای نظیر کمان های برابر با هم دیگه برابرن. قسمت جیم چی میگه؟ میگه آیا زاویه های چار زلی با هم دیگه برابرن؟ بله، همگی زوایای محاطی روبروی قطر هستن و برابر 90 درجه. اینجا رو نها کن، الان اگه ما بیام اینجا رو نگاه کنیم بچه ها، میگه مثلا زاویه آ، ب و د و س آیا با هم دیگه برابرن؟ مگه این قطر نیست؟ این قطر دایره است دیگه، این محاطی روبروی قطر هم هست، این محاطی روبروی قطر هم هست، این محاطی روبروی قطر، این محاطی روبروی قطر. گفتیم محاطی های روبروی قطر 90 ان دیگه، چون همه اینا محاطی های روبروی قطرن، پس همشون 90 درجه ان و با هم دیگه چی ان؟ و با هم دیگه برابرن. توجه مهم، تو صفحه بعدی توجه مهم نوشتم، حواستون باشه اندازه کمان با طول کمان فرق دارد. اندازه کمان مربوط به زاویه است. پس چی؟ اندازه کمان بچه ها یادتون باشه که با طول کمان چیه؟ فرق داره. اندازه کمان مربوط به چیه؟ مربوط به زاویه است. گوش کن ببین چی میگه. میگه اگر دو دایره بزرگ و کوچک رو در نظر بگیریم و زاویه یکسان، یعنی در حقیقت یه زاویه مرکزی یکسان برای آنها در نظر بگیریم، اندازه کمان یعنی اونی که مربوط به زاویه است تو هر دوتا با هم برابره. اما طول کمانی بزرگتر است که روی دایره بزرگتر است، طول کمانی بزرگتر است که دایره شعاع بزرگتری دارد. اینا رو داشته باش، شکل رو اول ببینیم، شکل خیلی مهمتره، این چیزایی که گفتیم رو شکل با هم دیگه ببینیم، بعد حالا توضیحاتش هم میتونید بخونید. اینجا رو ببینید بچه‌ها، الان اگه ما بیایم نگاه کنیم، یه دایره بزرگ داریم، یه دایره کوچیک داریم، دو تا زاویه میایم چیکار میکنیم؟ در حقیقت این زاویه O1 رو میایم در نظر میگیریم، زاویه مرکزی O1 رو میایم در نظر میگیریم. خب این زاویه یه زاویه مرکزیه. خب این کمان روبروی این که MN به لحاظ اندازه، به لحاظ زاویه با این کمان روبروی این O1 که PQ با هم برابره. چرا؟ به خاطر اینکه میدونیم اندازه هر کمان برابر چیه؟ برابر زاویه مرکزی مقابلشه دیگه. چون این دوتا کمان روبروی زاویه مرکزی مشترکن، پس به لحاظ اندازه‌ای یا به لحاظ زاویه‌ای با هم دیگه چی هن؟ با هم دیگه برابرن. اما حالا بریم طول اینا رو مقایسه کنیم. چشمی هم اگه نگاه کنیم میبینی طول اینو اگه اندازه بگیری از طول این چیه؟ بزرگتره. خب میایم میگیم طول PQ، طول PQ بزرگتر از طول کمان MN
چرا؟ چون شعاع دایره‌ای که شامل PQ بزرگتره. این الان کمان PQ رو اگه ما نگاه بکنیم روی دایره بزرگ است دیگه. خب پس به چه شکلی میتونیم این طولا رو با هم دیگه مقایسه کنیم؟ میگیم آقا درسته که اندازه کمان ها به لحاظ زاویه‌ای با هم برابره، اما طول کمان PQ از طول کمان MN بزرگتره. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه PQ روی دایره بزرگتره، یعنی در حقیقت PQ روی دایره‌ای که شعاع بزرگتری داره. اونی که شعاع بزرگتری داره طول کمانش هم طول کمان بزرگتریه. صفحه 28 اگه با هم دیگه ببینیم، یه رابطه مهم براتون آوردم. صفحه 142 کتابتون یه رابطه به این شکل اومده مطرح کرده که اینو باید یاد بگیرید، توی پایه 9 هم به دردتون میخوره این رابطه. خب میگه آقا اگه شما بیای اندازه کمانو بر حسب درجه تو صورت کسب بنویسی، ببین این 360 درجه است، اینم از جنس درجه است، اندازه کمانی که داری رو بر حسب درجه صورت کسب بنویسی، 360 رو بذاری مخرج کسب، طول کمان رو بذاری این طرف تساوی، محیطم بذاری مخرج کسب، این تساوی بین اینا چیه؟ این تساوی بین اینا برقراره. خب حالا این چیه؟ تو ادامه بهتون میگم که چی و به چه دردی میخوره. توجه براتون اینجا نوشتم بچه‌ها، توجه براتون اینجا نوشتم، گوش کن ببین چی میگه. برای محاسبه طول کمان زمانی که شعاع دایره و زاویه مرکزی را داریم از رابطه فوق استفاده میکنیم. ببین چی میگه؟ میگه اگه شما دنبال پیدا کردن طول کمان بودید که علامت سوال اینجا برات گذاشتم، یعنی بیشتر به درد این میخوره که ما طول کمان باش حساب کنیم. برای محاسبه طول کمان، برای محاسبه طول کمان زمانی که شعاع معلومه زاویه مرکزی هم معلومه، میای چیکار میکنی؟ طول کمانو چیکار میکنی؟ از اینجا به دست میاری. پس چشتون بیشتر رو این طول کمانه باشه. بریم با هم دیگه ببینیم، یه تمرین با هم ببینیم. میگه در دایره زیر زاویه مرکزی 36 درجه داده شده است، این زاویه رو میگه. طول کمان آب چه کسری از دایره است؟ این تمرین کتابتون ها بچه ها، از تمرین کتابتون آوردن. طول کمان آب میگه چه کسری از دایره است. وقتی داره در مورد یه نسبت صحبت میکنه میگه طول کمان آب چه کسری از دایره است، یعنی داره از یه نسبت حرف میزنه، یعنی طول کمان باشه صورت کسر، خب محیط دایره که کله باشه کجا باشه؟ مخرج کسر. یعنی نسبت در حقیقت طول کمان آب به محیط دایره رو توی این سوال ازتون خواسته، حواستون رو جمع کنید. خیلی خب اینجا رو اگه ما بیایم نگاه کنیم، مگه این نسبت رو از ما نخواسته طول کمان به روی محیط دایره؟ خب این در حقیقت یه طرف تساویه، ما طرف اون طرفش هم باید چیکار بکنیم؟ اون طرف تساوی رو هم باید بنویسیم. الان ببین طول کمان به محیط دایره رو اینجا داشتیم تو این رابطه، طول کمان به محیط دایره، اینو از ما مسئله خواسته این نسبتو. پس باید اون چیزایی که از این قسمت داریم رو جایگزین کنیم تا مقدار این ور به دست بیاد. پس کافیه اندازه کمان رو تقسیم بر 360 کنیم. اینجا رو ببینید بچه‌ها، میای چیکار می‌کنی؟ اون 36 درجه که بهت داده، یعنی اندازه کمان آب 36 درجه، این مرکزیه دیگه، پس کمان آب میشه 36 درجه، اندازه کمان آب میشه 36، اون 360 هم برای همون فرمول بالاست که بهتون نشون دادم دیگه. 36 رو تقسیم بر 360 اگه بکنیم، این 36 ضرب در 10 دیگه، درسته؟ یه 36 مخرج با 36 صورت میره، این نسبت حاصلش میشه 1/10. اینو داشته باشید. یه تمرین دیگه هم بهتون بگم، یه تمرین دیگه هم اینجا براتون بگم. میگه اگر شعاع دایره 5 سانتی متر و زاویه مرکزی 60 درجه باشد، طول کمان MN در دایره زیر را چکار بکنید؟ بیابید. حواستون هستش که بهتون گفتم که این فرمول خیلی به درد پیدا کردن طول کمان میخوره؟ خب حالا اینجا بهتون گفته شعاع 5، زاویه مرکزی اینجا 60. وقتی زاویه مرکزی 60 باشه طول این کمان هم برابر 60 دیگه، درسته؟ خب 60 درجه به لحاظ درجه. حالا طول کمان MN رو خواسته که ببینیم طول کمان MN بر اساس سانتی متر چقدر میشه، که اینجا این بود که علامت به صورت علامت سوالم قبلا براتون نشون داده بودم. خب الان اگه ما بیایم اینجا رو نگاه کنیم،
این فرمولی که اون بالا بود و بنویسیم، اندازه کمان بر حسب درجه، داریم راجع به کمان MN حرف میزنیم و در حقیقت طول کمان MN رو به لحاظ سانتیمتری میخوایم ببینیم چقدر در میاد. خب اندازه کمان زاویه 60 درجه است، به جاش میذاریم 60، 360 که مال خود فرموله میذاریم. خب طول کمان به لحاظ سانتیمتر، این طول این MN رو نمیدونیم، محیط دایره هم میدونیم 2 پی آره دیگه، درسته؟ دو رو میذاریم، پی چند؟ 3.14. شعاع هم تو صورت سوال بهتون گفته شعاع این دایره 5ه، درسته؟ بچه ها 60 تو تقسیم بر 360 اگه بکنیم میشه 1/6 دیگه، درسته؟ دوتاشو به 60 اگه تقسیم بکنیم این میشه 1، این میشه 6، این میشه 1/6 مساویه. علامت سوال به روی حاصل ضرب اینجا که به این شکل هستش. خیلی خب، علامت سوال هم که میخوایم پیدا کنیم، میدونیم علامت سوالی که میخوایم پیدا کنیم این دوتا که روبروی همن رو ضرب میکنیم میذاریم صورت کس، اینی که اینجا تنهایه یا روبروی علامت سواله میاد کجا مخرجی کس، که الان اگه اینو حساب بکنید یا ما ماشین حساب بزنید تقریبا در میاد 5.2 سانتیمتر. یعنی طول کمان MN، طول کمان MN به لحاظ سانتیمتری مقدارش در اومد 5.2 سانتیمتر. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته.